کلاس سوم دبستان در اوج کوتاهی قد و ریزه پیزگی اندام، زنگ آخر خانم ربیانی کوبید رو میز، همه ساکت کرد و جلو 37 نفر اعلام کرد عبدیپور مبصر کلاس از فردا. شب 1000 کیلو شده بودم، یه احساس قدرتی که تو عمرم تا الان تجربهش نکردم. با مامانم با ابرو حرف میزدم. وقتی رفتم دم توالت ته حیات که بار 7 تا خانواده بخور روش بود، محل زن آمون و پسر آمون و ننم که منتظر تو صف نشسته بودن نذاشتم. کوبیدم رو در و به اونی که داخل بود فقط دو کلمه گفتم: زود باش. شب قدرت از چیشام میخواست بزنه در و نذاشت پلک بزنم. میخواستم هوا روشن بشه و اولین روز مبصریم زودتر برسه. رعد و برق قیامت میکرد، میترکید و فلش مینداخت دود در و دیوار و من زورم بیشتر میشد برای فردا. صبح بارون سیلاب کرده بود، چکمم از انباری داره بردم. مامانم گفت به نظرم مدرسه ها تعطیل باشن. گفتم لازم نیتو نظر بدی، مملکت صاحب داره. راه افتادم تا دم در اومد دنبالم، گفت ببین پسر آموات دختر آموات هم نرفتن، راهنمایی هم نرفتن. گفتم لوسن و دویدم سمت مدرسه فروغی بستامی. بارون هلم میداد و من پس نمیرفتم، تو جوب و چاله تا کمر میرفتم و باز خودمو میکشیدم بالا. میخواستم وایسم جلو کلاس و نذارم نفس کسی در بیاد و هر کی جم خورد اسمش بنویسم رو تابلو و یک ساعت التماسم کنن که عبدیپور جون ننت اسمم پاک کن تو را به خدا. دلم میخواست با حد زورم با گرز بکوبم رو میز و بگم بر پاک خانم ربیانی کیف کنه. دویدم قبر پدر بارون. یکمین روز قدرتم بود و نمیخواستم خدا خرابش کنه. چارچک که بارون بودم و میدویدم. هیچ کی تو کوچه ها نبود ولی مغز وحشیم باور همه چی رو به تأخیر مینداخت. رسیدم. فروغی بستامی تاریک و خلوت و خیس بود. چر کردم. کسی نبود که روش حکومت کنم. هیچ کی. مثل پادشاه قصه شازده کوچولو بودم. کاش فقط یکی اومده بود که بشینه رو نیمکت و من مبصرش باشم، ولی نبود. اشکم در اومد. روز یکم قدرت زیر پامو خالی کرد. بابا اومد برد نشوندم تو خونش کنار زن و بچهش و پتو سیاهی انداخت دورم. همون لحظه از شهوت قدرت متنفر شدم. به نظرش من گناه داشتم، به نظرش من دانش آموز بیچاره‌ای بودم. بچه هاش مثل بدبخت ها نگام میکردن. امروز که برف مثل تیراهن نشسته رو تهران، دارم به این فکر میکنم که خیلی ها گناه دارن. خیلی ها تو برف دویدن که مبصر باشن و حواسشون نیست که مدرسه خالیه و هیچ کی تو کلاس نیست. هیچ کی. کاش یه بابایی ببره پتو دورشون کنه و تو فکر فرو بره.